السلام عليكم. آقای خطاب عرض سلام و ادب دارم، ناصری هستم از جرمنی. ناصری صاحب بفرمایید. قربان شما. با آقای واکمن، دکتر واکمن هم احترامات خود تقدیم میکنم. از صحبت های اخیرشان در ارتباط با نیروهای خارجی و حضور خارجی در افغانستان و موقف شخصیشان که برخلاف از او است تقدیر میکنم. یک توضیح مختصر و دو سوال از جناب دکتر واکمن دارم. در کنفرانس بن که خودم هم حضور داشتم، من حیث خبرنگار ژورنالیست ما شاهد از این بودم که آقای جناب آقای احدی با خانم محترمشان فاطمه جان در جزء هیئت گروپ که موسوم به گروپ پاکستان بود که آقای گیلانی رهبریش داشت و بچه از اونا بایس رئیس گروپ در کنفرانس پیترسبرگ یا کونیکس وینتر اشتراک داشتن. آقای احدی در او مجلس حضور داشت، حضور فعال داشت و صحبت خصوصی و مصاحبه هم مکتش کردیم در او زمان. به هر صورت یعنی بسیار با جدیت در قضایای افغانستان، سرنوشت افغانستان و تیمی که بعدا ساخته شد با خلیلزاد و آقای اشرف غنی، اینا بسیار سرنوشت افغانستان رول عمده و اساسی رو بازی کردن و تا به امروز هم میکنن و یگانه رهبر یکی از احزاب سیاسی هستند که در کابینه فعلی افغانستان و در طول 7 سال در کابینه حضور دارند. هیچ رهبر سیاسی احزاب در کابینه به اون شکل حضور نداشت که آقای احدی داره. به هر صورت ای که نظر واکمن تشریح کردم که اونا من حیث فرد هستند، رهبر یک حزب میتونه نمایندگی از حزب خود کنه نه از فرد خود. در ارتباط به حزب افغان ملت در جرایت و نشرات حزب سوسیال دموکرات آلمان یا اسپیدی، ما در جای در آرشیوشان خواندم که حزب افغان ملت افغانستان هم جز یکی از احزاب سوسیال دموکرات در افغانستان حزب افغان ملت است. یعنی وابستگی ایدولوژیکی یا وابستگی سیاسی و تعلقات و علایق با حزب مادر یا حزب بزرگی که از 120 سال تأسیس شده و یکی از رهبرهای مشهورشان ویلی براند و هلموت شمیت و اینا بود، در آلمان اینا علاقه دارن و روابط و بسیار پشتیبانی وسیع و عمیق در ارتباط به حزب افغان ملت یا سوسیال دموکرات وجود داره. یعنی همه تو که احزاب خلق و پرچم وابستگی های با احزاب کمونیستی بین‌المللی در جهان داشت یا احزاب راستگرای ما به نام اخوان المسلمین ارتباطات ایدولوژیکی داشتن، حزب متاسفانه سوسیال دموکرات یا افغان ملت هم یک ارتباط فکری داره که دهی از واکمن سوال دارم. در ارتباط به یک اعلامیه که در زمان سقوط کابل و دست طالب ها از طرف افغان ملت داده شد و ما او اعلامیه را میاله هم دارم، برامزی بود یک اعلامیه بسیار کران و با عنوان درشت نوشته بودند که دی گرگیان بچیان و تختید او دی آمد شاه بچیان راغلل. ما از واکمن سوال میکنم که آیا همچون اعلامیه ها، همچون ادعاها، همچون موقف گیری ها در ارتباط به افراد و اتباع کشور خود و مردم یک بخش از وطن خود، آیا خود از یک تبعیض بسیار بسیار دردناک و تباه کننده وحدت ملی افغانستان بوده نمیتونه که ما یک بخشی را که بایش از نظر اتنیکی یا قومی یا نژادی تعلق نداریم اونا را گرگیان بچیان بگویم و کسانی را که دوست داریم و علاقه داریم که آمچه ها بچیانو بگویم؟ من این سوال از واکمن سب دارم و نظرات و شخصیت واکمن سب احترام بسیار عمیق دارم، عرض احترام دارم. تشکر، تشکر. واکمن سب؟ اول خو داد ستی بون پا کنفرانس که احدی و دیگه مرمن فاطمه گیرانی او خفل گیرانی سب برخ دلوزه زو زیاد معلوماتم ندارم، ممکن دلیلی بیی بده که شکل هسته. دوام داده چې د سوسیال دموکراتانو سره زموږ روابط دادی چې زموږ ګوند له بینالمللي سوسیالستانو له سازمان سره چې مرکز په لندن کې ده دغه د بحران په وختونو کې موږ روابط درلوده او موږ به همیشه په هر دو کلو کې خپله کانګرس ده چې په هغه کې تقریبا 130 هیوادونه یا سیاسی عذاب دی هوادونو پا که اشتراک داری مونگا به خبری کوله ما باب که ویناوی کرده آوی افغانستان دی قضیه پا بارا که به مزاس اولوی مجموعی سر خبری کوله. یو داسته ده تی کمونست انترنیشنلی که آقا مرکز پا مسکاو یا بیتین که آقا دی هدایت ورکی یا آو دیگو پا هدایت پا اساس باندی دوی پدونه که خپل فعالیتونه په وخت کې پرمخ بوړ.
یو داده چه بین المللی روابط درلودل او مونږ یو سوسیال دیموکرات حزب یو مونږ د سوسیال دیموکراتانو سره علاقه لرو مونږ د اوسوس سوسیال دیموکرات د جرمني د فرانسې د انګلستان د کارګر ګوند د سویډن د ناروې حتی د مصر هغه سره د سیاسي ګوندونو سره د اوسره مونږ روابط هم لرو مونږ سازمان کې برخه هم درلوده دا خو باعث دې نه کېږي چې که افغانستان له دنیا سره خارجي سیاست کې روابط ولري نو دغه مملکت عوامرو ته د ځان تسلیم کړي یا د افغانستان د ملي ګټو ضد کار وکړي له بینالمللي سازمانونو سره ارتباط درلودل هم د افغانستان په ګټه ده هم زمونږ د ګوند په ګټه ده او بله داسې اعلامیه د ویلي چې پلانی وتښتېد پلانی راغی دا اعلامیه ماته مې چاویلې وه دا زمونږ د ګوند نه بلکې یو بل سړی به هلته چې اوس وفات شوی ده هغه لیکلې وه چې هغه زمونږ سره هېڅ ارتباط نه لري هغه به مونږ ته هم کنزا کولې بد به یې ویلې وو روسانو ته به یې هم ویلې وو اخوانانو ته به یې هم ویلې وو دا هغه به دا اعلامیه هم هغوی نشر کړې ده دا په مونږ دا سړی په افغان ملت کې نه و دا څوک چې دا شی ویلي آخو دا سو دا افغان ملت یو جلسه وی آخو یو جلسه وی برخ و اینو وقتم شمس رو دا شمس پراما بانده و دا دیگه لخوا آقا سوی دا اغزان تا اخبار ویسته پراما دی دا خپل افغان ملت چیز با موی دیر انشابونه کردی دی رقم آری وی خپل سر دنگی سه دا شمس رو دا انشابونه خوی نیدی کردی دا یو رقم یو وقتی ما آوریدلی و چه اهدی آقا وقتی چه طالبان پا قدرت کیو لار پاکستان ته والته رایگیری وکړه خپل ځان رئیس د حزب د هغه که د افغان ملت مقرر که ما سره خپل خبرې کړي دي بیا په څنګ کې بیا ما چې خبرې وکړې وای نه وروره دا زموږ رئیس نه ده زموږ رئیس شمس الهدا صاحب ده هغه ده حداد صاحب سره مخ خو داسې ده چې شمس الهدا د افغان ملت نه جلسه به یې هغه ځان ته هغه درلوده یو لس پنځلس کسه ورسره و آخو نو دا لیوانیان خوب پوست پاکو که دا مخالفین آخو پا هر کورونه که می پا هر گند که می دیده مخه نیول یا خوصن پدا سباس کسی قانون هم نگی سلای پا معاجرات که می دا کی گینو اما زمونگ حزب اکثرات حزب پوست تروس پوره زما دریاسات لانده یا تروس پوره متحد ده سلال غد زمونگ مخالفتون لرو دا مخالفتونه د افغانستان د ګټو او د ګوند د ګټو په اساس باندې دي هغه اعلامیه زمونږ لخوا هېڅ نه ده چې د چا اولاده او د چا هغه وتښتېدل دا په افغانستان کښې هم خاینان هم شته صادقان هم شته او داسې په ګوند کښې هم صادقان هم شته خاینان هم شته هغه اعلامیه په مونږ پورې چې دا هېڅ ارتباط نه لري یو سړی د لیکې یو لس پنځلس کسې راټول کړي او اوس هم په افغانستان کښې شرایط دومره اسانه دي چې هر سړی یو پنځه سوه خلکو انزا واخلي په سرای کښې یوه کوټه ونیسي بس یتي وایي ما هم یو حزب جوړ کړی ده د دې هغه په مونږ پورې هېڅ ارتباط نه لري امید ده چې ما د لاسري سره جواب ویلی د غوږ کښې مو اوس